به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از فیسبوک باتور دوستم، بسم الله الرحمن الرحیم. به برکت شب قدر، شب نزول قرآن و ماه پرفیض و برکت رمضان، از درگاه ایزد متعال استدعا می نمایم تا مردم و کشور عزیز ما را شامل فضل و رحمت خود بفرماید. مردم و کشور جنگ زده ما بر علاوه ویروس کرونا که همه روزه همه بشریت را تهدید می نماید، هنوز در آتش جنگ می سوزد و ما همه روزه شاهد جنگ و کشتارهای جمعی در بسیاری از ولایت ها هستیم که از مردم ما قربانی می گیرد و فامیل ها را به ماتم می نشاند. ادامه این وضعیت مخالف احکام دین مبین اسلام و همه ارزش‌های انسانی و بشری می باشد. در این شب نزول قرآن و ماه پرفیض رمضان آرزو می نمایم تا بستر شوم جنگ و دشمنی از سرزمین ما برچیده شود و مردم ما شاهد صلح سرتاسری و آرامش دائمی گردد. به ارواح همه رفتگان و شهدای راه آزادی اطعاف دعا می کنم و به بازماندگانشان صبر و جمیل می خواهم. امیدوار هستم که امضای توافقنامه سیاسی که پس از دو ماه رایزنی ها و مذاکرات میان تیم ثبات و همگرایی و تیم دولتساز به هدف ختم بحران انتخابات صورت گرفت، بتواند فضای اعتماد گم شده بین سیاسین کشور را ایجاد نماید. در راستای نهادینه شدن عدالت و ملت سازی در کشور کمک کند و را برای آغاز مذاکرات بین الافغانی و موفقیت پروسه صلح در کشور هموار سازد. حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان که پیوسته برای تامین عدالت و ختم جنگ در کشور مبارزه نموده و یکی از احزاب و حامی تیم ثبات و همگرایی بوده است، از امضای توافقنامه استقبال می نماید. انتظارها بر این است که طرفین در تعهد خیش صادق در تطبیق و اجرای تمامی مواد این توافقنامه تلاش همگانی نمایند. در این میان اعطای رتبه مارشالی به جلالت مآب محترم الحاج استر جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر و مدبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و معاون پیشین ریاست جمهوری، یکی از نکات اساسی این توافق محسوب می شود که با استقبال گرم مردم افغانستان به شمول رهبران جهادی و سیاسی روبرو شده است. اعطای رتبه مارشالی به جناب معاون صاحب پیشین ریاست جمهوری به عنوان سیانت و پاسداری از کارکردها و مبارزات چهار دهه ایشان برای افغانستان می باشد. رهبری حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان این رتبه بلند نظامی یعنی مارشالی را به رهبر خردمند این حزب، تمام مردم افغانستان، رهروان، هواخواهان حزب جنبش و بخصوص خانواده های شهدا تبریک و تهنیت گفته. تأکید می نماییم که این رتبه حق مسلم مبارزین و خانواده های شهدا است که در این طول چهار سال مبارزه و عدالت خواهی قربانی های زیادی را متحمل شدند. حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان از رهبری حکومت و بخصوص جناب دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی و همچنان رهبری تیم ثبات و همگرایی از بابت درج این مقام شایسته در توافقنامه سیاسی ابراز قدردانی و سپاسگزاری می نماید. گزارش دیگری از طلوع نیوز. حکومت کنونی و حکومت وحدت ملی از لحاظ ساختاری چه تفاوت‌هایی دارند؟ در حکومت وحدت ملی نیز قدرت به گونه 50-50 تقسیم شده بود. شیوه حکومتداری که همزمان با افزایش نارضایتی بحرانهای را نیز در پی داشت. حکومت توافقی که در پی امضای توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله ایجاد خواهد شد، از لحاظ ساختاری چه تفاوتهایی با حکومت وحدت ملی دارد؟ حکومت وحدت ملی نیز در سال 2014 در پی توافقنامه میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله ایجاد شد. در توافقنامه سیاسی کنونی کابینه حکومت به گونه 50-50 تقسیم شده است و در شماری دیگری از بخش‌ها به ویژه تعیین والیان نیز هر دو رهبر چهره‌های دلخواهشان را خواهند گماشت.
در حکومت وحدت ملی نیز قدرت به گونه 50-50 تقسیم شده بود. شیوه حکومتداری که همزمان با افزایش نارضایتی بحرانهایی را نیز در پی داشت. چگونگی تقسیم کابینه و سهم طرفها در حکومت در بخش سیوم توافقنامه سیاسی کنونی آمده است. بر بنیاد همین بخش رئیس جمهور غنی فرمان مارشالی عبدالرشید دوستم را امضا کرده است. در نخستین بند این بخش با آقای دوستم عضویت در شورای عالی دولت و نیز عضویت در شورای امنیت داده شده است. در بخش دوم این بند آمده است که رئیس شورای عالی مصالحه 50% کابینه را به شمول وزارتخانه های کلیدی معرفی خواهد کرد. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و از همپیمانان عبدالله گفت تبصره شده است که شورای عالی مصالحه هم می تواند در امور مربوط به صلح جلسات کابینه را دعوت بکند. البته این در بعد همان مصالحه است، ولی فکر می کنم که یک نوع تفاوت با حکومت وحدت ملی دارد. بر بنیاد توافقنامه سیاسی 11 وزارتخانه نیز به عبدالله عبدالله و اعضای تیم او سپرده می شود. منابع می گویند که بر علاوه این 11 وزارتخانه درباره سهم دیگری در شمار از وزارتها مانند وزارت امور خارجه و مالیه نیز دو طرف به توافق رسیدند. در این توافقنامه آمده است که والیان ولایتها بر بنیاد توافق دو طرف معرفی خواهند شد. نامزدان این کرسی ها بر بنیاد شایستگی معرفی خواهند شد. تغییر، تبدیل و برکناری ها با دلیل موجه و مشوره هر دو طرف خواهد بود. غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان بیان داشت خوشبین نیستم به علت این که تجربه تلخ حکومت و وحدت ملی ما و شما 5 سال داشتیم. بلقیس روشن عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز افزود دیدید که ثابت شد هر یکشان می گفتن همدیگر را نمی پذیرن، اما امروز در یک کاسه آب می خورن. گزارش دیگری از تلو نیوز. شورای عالی دولت چه تأثیری روی تصمیم گیری ریاست جمهوری خواهد داشت؟ در توافقنامه سیاسی همچنان آمده است که اعضای شورای عالی دولت در مسائل مهم ملی به رئیس جمهور کشور مشوره خواهند داد. شورای عالی دولت که از رهبران سیاسی ساخته خواهد شد، نخستین بخش توافقنامه سیاسی میان غنی و عبدالله است. در این توافقنامه که روز گذشته یکشنبه امضا شد، آمده است که شورای عالی دولت برای ایجاد یک اجماع سیاسی از رهبران سیاسی و چهره‌های ملی ساخته خواهد شد و آنان درباره مسائل بزرگ ملی با رئیس جمهور رایزنی خواهند کرد. اما پرسشی به میان آمده است که این شورا در کنار ریاست جمهوری برای رایزنی درباره مسائل مهم ملی کار را برای تصمیم گیری ها در ارگ دشوار نخواهد ساخت. وحید فرزایی عضو اتحادیه حقوقدانان در این باره گفت بحث موجودیت شورای عالی دولت این است که این یک نهاد مشورتی است و هیچ نوع جنبه الزامی و حکمی بالای دولت جمهوری اسلامی افغانستان ندارد. در توافقنامه سیاسی همچنان آمده است که اعضای شورای عالی دولت در مسائل مهم ملی به رئیس جمهور کشور مشوره خواهند داد. چهره هایی که در این شورا خواهند بود تا اکنون روشن نشدند، اما تنها در توافقنامه از حضور عبدالرشید دوستم که رتبه مارشالی را نیز به دست آورده است خبر داده شده است. عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی گفت منصوبین دولت را خداوند توفیق بدهد که به غمهای این مردم غمدیده رسیدگی کنند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز افزود در یک فضای اتحاد و اتفاق ملی و همکاری مشترک به صلح و آبادانی خاکمان به پیش می رویم. بکتاش اشچی عضو مجلس نمایندگان هم اظهار داشت تیم ثبات و همگرایی یا دکتر صاحب عبدالله بتوانند از اجراعات کار رئیس جمهور برایش مشوره بدهند و در کنار آن یک میکانیزم فشار هم برایشان ایجاد بکنند. بر بنیاد توافقنامه اعضای شورای عالی دولت از تشریفات ویژه دولتی برخوردار خواهند بود. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس.
ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.